رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما شدند. جناب غیبی، متشکرم از حضورتون در برنامه. اصل این خودکفایی گندم، چنانچه عیسی کلانتری در واقع یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم مطرح کرد، اساساً یک اشتباه فاحش بود در جمهوری اسلامی. حالا صرف نظر از این اختلاف رقم و قاچاق گسترده گندم، بحث اصلی که از این یارانه ای هست که به گندم تعلق میگیره به ازای هر کیلو 1500 تومان اگر اشتباه نکنم، و این در حال صادر شدن هست از ایران به کشورهای عراق، به کشورهای منطقه، این سوء مدیریت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، سوء مدیریت مخصوصا در حوزه گندم، الان دو تا کالا استراتژیک داریم، یکی گندم آرد و نان هست که در این چرخه و بعدی بنزین که دولت برای هر دو تاش هم برنامه افزایش قیمت رو داره. ولی در حوزه گندم به طور مشخص ما شاهد خب سوء مدیریت های فاحش هستیم، چه در حوزه سیاست گذاری کلان در بخش تولید و مصرف، چه در بخش تامینش. ما در بخش تامین یکی از کشورهای وابسته به خب گندم و نهادهای دامی اوکراین بودیم که با حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین باعث شدیم اوکراین صادراتش به ایران رو قطع بکنه و ما مجبور بشیم از کشورهای دورتر، از کانادا و آلمان و کشورهای دیگر، خب با هزینه‌های بیشتری این کالا رو وارد بکنیم. این در حوزه تامینش. در داخل هم سیاست‌گذاری قیمتی به گونه‌ای هست که دولت حاضر قیمت دلاری و جهانی گندم رو بدهد و افرادی برن این رو وارد بکنن، ولی حاضر نیست همون قیمت رو بده و از تولید داخل خریداری بکنه. همین اختلاف قیمت باعث میشه که کشاورز هم تمایل داشته باشه به اینکه گندم خودش رو به قاچاقچیان بفروشه، یک مقدار زیر قیمت قاچاقچیان خریداری میکنن، ولی همون زیر قیمت فروختن بعضن دو برابر قیمت یا سه برابر قیمتیه که دولت حاضر بابتش بپردازه. و خب این تناقضی که ما میبینیم یک بخشیش ناشی از اون سوء مدیریت است، یک بخشیش نشان دهنده اون شبکه رانت و فسادی که هول و هوش واردات گندم شکل گرفته که اجازه نمیدهد گندم داخلی به قیمت جهانی خریداری بشه، ولی برای واردات به هر میزان با هر مبلغی این پول رو پرداخت میکنه.